محبت فوق العاده ای که نقل شده است از حضرت عمر رضی الله عنه در رابطه با شخص حضرت علی و به صورت کلی در رابطه با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک محبت و احترام فوق العاده. در بعضی از روایات آمده است که روزی شخصی از حضرت علی رضی الله عنه شکایت کرد به نزد عمر رضی الله عنه، از او شکایت کرد در زمان خلافت عمر، و حضرت عمر نشست برای اینکه به این خصومت رسیدگی بکند. آن دو نفر نشستند، حضرت علی به اتفاق اون شاکی، شخصی که از او شکایت کرده بود، حضرت عمر که مشاهده کرد علی رضی الله عنه کمی جلوتر نشسته است، طبق عدالت اسلامی و عدالتی که در قضاوت باید رعایت بشود، رو کرد به او و فرمود یا ابوالحسن صاب خصمک، ای ابوالحسن با خصم خودت، با اون طرف خودت برابر بنشین، در کنار او و برابر با او بنشین. احساس کرد کمی چهره حضرت علی تغییر کرد. بعد که قضاوت تمام شد، رو کرد به حضرت علی و گفت که تو ناراحت شدی که من گفتم با شاکیت برابر بنشین، از این ناراحت شدی، از این که گفتم با او برابر باش ناراحت شدی نکند؟ گفت نه، من از این ناراحت نشدم، من از نابرابری ناراحت شدم که تو مرا ابوالحسن خطاب کردی. من نمیخواستم که مرا به کنیه هم صدا بکنی، چون کنیه نشانه احترام است در مقام قضاوت، نمیخواستم که بین من و اون طرف من فرق بگذاری. همان گونه که او را به اسم خطاب کردی، مرا هم به اسم خطاب میکردی، از این ناراحت شدم که مرا به کنیه هم محترمانه ابوالحسن یاد کردی. اینجا بود که حضرت عمر رضی الله عنه سر حضرت علی را بوسید و گفت لا ابقان الله به ارض لیس فیها ابوالحسن، گفت خداوند مرا در زمینی که ابوالحسن در آن نباشد زنده نگه ندارد، در زمینی که ابوالحسن اونجا نباشد مرا در اون زمین خداوند باقی نگذارد. یعنی این چرا میرسد، چه چیز را میرساند این رابطه، این حرف، رابطه ای که بین، یعنی احترامی که حضرت عمر رضی الله عنه قائل بود به نسبت به اهل بیت معروف است، یک احترام عجیب و فوق العاده قائل بود. گاهی انسان تعجب میکند از این رفتاری که نقل شده است از حضرت عمر رضی الله عنه در رابطه با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. روزی حضرت عمر به حسین ابن علی گفت که چرا نمیایی به ملاقات ما، بیا. بالاخره از او درخواست کرد که بیاید به ملاقاتش، بیاید به نزد او، از حضرت حسین رضی الله عنه. حضرت حسین هم طبق درخواست او و دعوت او روزی رفت دم در خانه عمر رضی الله عنه، که رسید دید عبدالله ابن عمر دارد در زده است و دارد بر میگردد، در زده است و در براش باز نشده، در زده است، اجازه گرفته است و چون در را به رویش باز نکردن دارد بر میگردد. سوال کرد چه خبر است، گفت حضرت عمر با معاویه رضی الله عنه اینجا جلسه ای دارد، نشستن با هم، صحبتی دارن با هم و اجازه ورود به من ندادند. عبدالله بن عمر فرزند عمر رضی الله عنه، او هم به همین خاطر برگشت، دید که بالاخره شاید خلیفه مشغول است و صحبتی دارد، کسی از او وقت گرفته است و دارد صحبت میکند با کسی، او هم برگشت. روز دیگر حضرت عمر او را ملاقات کرد، گفت که چرا نیامدی، من ازت خواستم بیایی به ملاقات ما. گفت چرا نیامدی؟ گفت من آمدم دم در دیدم که عبدالله اجازه گرفته است و دارد بر میگردد، من هم برگشتم. عمر به او گفت انت احق بالاذن من عبدالله، گفت تو سزاوارتری به این که
اجازه به تو بدهم از عبدالله. تو سزاورتر به اجازه دادن هستی. اگر می آمدی به تو اجازه می دادم. شما روی سر ما جا دارید. دست روی سر خودش گذاشت و گفت الله ثم انتم، اول خدا بعد شما. این احترام و محبت فوق العاده‌ای که از حضرت عمر رضی الله عنه نقل شده است در رابطه با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم باز می رساند که یک احترام متقابل و رابطه بسیار صمیمانه حکم فرما بوده است. یکی از نکاتی که در این رابطه خیلی حائز اهمیت است که در رابطه با حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز عرض کردیم، اون مصاهرت است، رابطه سببی که وجود داشته است. همان گونه در رابطه با حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفتم، این ارتباط سببی و مصاهرت و دامادی به اصطلاح بین اهل بیت و خانواده ابوبکر رضی الله عنه وجود داشته است. همان گونه که عرض کردم، امام جعفر صادق فرزند امام محمد باقر معروف است که می گفت ولدنی ابوبکر مرتین، ابوبکر مرا دو بار به دنیا آورده است، چون پدرش با ام فروه ازدواج کرده است و ام فروه مادر امام جعفر صادق است. ام فروه هم اولا فرزند قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است از طرف پدر، پدرش قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و مادرش اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر، اسماء دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر. پس پدر و مادر او هر دو از نسل ابوبکر هستند، پدر و مادر ام فروه که مادر امام جعفر صادق است، هر دو از نسل ابوبکر رضی الله عنه هستند.